خونی که شما اهدا میکنید چه مسیری رو طی میکنه تا به بیمار نیازمند برسه؟ سری زدیم به بزرگترین بانک خون دنیا تا روند استخراج اجزای حیاتی خون رو بهتون نشون بدیم. آیا خوردن زیاد هویج رنگ پوست رو نارنجی میکنه؟ و در بخش درگوشی ها راجع به درمان اختلال نعوذ در مردان حرف میزنیم. سلام، من نازنین معتمدی هستم. امروز در غیاب دکتر راشا بهمنی مجری برنامه که متاسفانه سرمای خیلی شدیدی خوردن، استثنائاً برنامه رو من براتون اجرا میکنم. میدونستید فقط با یک بار اهدای خون میتونید بالقوه جون 3 نفر رو نجات بدید؟ از یک واحد خون هم گلبول قرمز میگیرن که به کسی که زیر تیغ جراحی تزریق میشه، هم پلاسما میگیرن که برای درمان بیماری های کبدی و کلیوی استفاده میشه و هم پلاکت میگیرن که برای درمان خیلی از سرطان ها کاربرد داره. بنابراین معطل نکنید، حتما هر چند ماه یه بار برید و خون بدید، مخصوصا اگر تو ایران و افغانستان زندگی میکنید، جایی که ذخیره بانک خون معمولا پایین هست. سازمان اهدای خون ایران اعلام کرده که تو زمستون امسال به شدت به گروه‌های خونی منفی نیاز داره. اما خونی که ما اهدا میکنیم چه مسیری رو طی میکنه تا به بیمار نیازمند برسه؟ تو این گزارشی که میبینید من رفتم خون دادم و این مسیر رو براتون دنبال کردم. خون، زندگی همه ما به همین 5 لیتری که تو بدنمونه بسته است. اگه نصفش رو از دست بدیم میمیریم. وقتی سالمی از دیدنش حالت بد میشه، اما برای ایزاگل قطره قطرش اکسیر زندگیه. من از بچگی مبتلا به SCD بودم، همون کمخونی داسی شکل. هر ماه باید بیام خون تزریق کنم وگرنه میمیرم. ایزاگل 23 سالشه، به خاطر همین بیماری 2 بار تا حالا سکته مغزی کرده. برای تزریق خون میای یا برای تعویض؟ بچه تر که بودم بهم خون تزریق میکردن، اما الان مجبورن هر بار کل خون بدنمو عوض کنن. ایزاگل هر ماه 4 یا 5 ساعت زیر این دستگاه هست، تازه اگه شانس بیاره. بعضی از روزا به خاطر این بیماری آنچنان دردم زیاد میشه که کارم به بیمارستان میکشه. در اون صورت مجبورن زودتر از 1 ماه بهم خون تزریق کنن. زندگیم کلن وابسته به خونیه که مردم اهدا میکنن. اگه بهم خون نرسه کارم تمومه. دیدنش هم تکونم داد و هم شرمندم کرد که چرا مداوم خون نمیدم. اهدای خون هم سریع، هم آسون و هم بی خطر. بعد از اینکه پرستار چند سوال در مورد سابقه بیماریت میکنه، قبل از اینکه خون رو اهدا کنم اول یه تست خون کوچیک میگیرن که میزان هموگلوبین خون رو مشخص کنن تا مطمئن بشن با خونی که ازت میگیرن دچار کم خونی نمیشی. طول کشید تا 470 میلیلیتر ازم خون بگیرم. علاوه بر این بسته اصلی خونی که از من گرفتن، 3 تا لوله کوچیک آزمایشگاهی هم خون گرفتن که برای HIV، هپاتیت B، هپاتیت C و فکر میکنم مالاریا، چون تو ایران متولد شدم، مورد آزمایش قرار میگیره و بعد میفرستم برای بانک اهدای خون. بهتره بین هر بار اهدای خون چند ماهی فاصله بندازید.
سازمان اهدای خون بریتانیا میگه مردها 4 بار در سال و زنها 3 بار در سال میتونن خون بدن. مقصد بعدی بانک خون فیلتونه. نمونه خون من همراه 2500 نمونه خون دیگه به اینجا اومده. بزرگترین مرکز خوندهی دنیا در بریستول. بریم ببینیم بعد از این چه اتفاقی براش میفته. این روزا خون رو به صورتی که ما اهداش میکنیم، یعنی توی این کیسه ها، به کسی تزریق نمیکنن، به استثنای تصادفات خیلی شدید. در عوض خون رو به اجزای تشکیل دهندش تقسیم میکنن و بعد فقط همون جزء مورد نیاز رو به بیمار تزریق میکنن. نمونه خونی رو اولین جایی که میارن اینجاست. به مدت 20 دقیقه آویزونش میکنن و فیلتری بهش وصله که گلبول‌های سفید خون رو جدا میکنه. گلبول‌های سفید رو میذارن اینجا و در واقع میریزن دور. بقیه فرآورده‌های خونی رو میذارن اینجا و میبرن قسمت بعدی آزمایشگاه. گلبول‌های سفید با ویروس‌ها و باکتری‌ها مبارزه میکنن. برای همین هم هست که تو بانک خون اونا رو دور میریزن، چون ممکنه آلوده به میکروب باشن. این فیلم تصویر واقعی گلبول‌های سفیده که 1000 بار بزرگتر شده. اون سلولای بزرگ گلبول‌های سفیدن که دارن ویروس‌های سبز رنگو می‌بلعن. خونی که گلبول سفیدش جدا شده رو برای 20 دقیقه می‌ذارن تو این دستگاه سانتریفیوژ. وقتی از دستگاه میاد بیرون، یه بخشش ته‌نشین میشه. قسمت بالا پلاسما نام داره که این مایه زرد رنگ است. 55% از حجم خون رو پلاسما تشکیل میده. پلاسما در واقع شبکه حمل و نقل بدنه. هر آنچه سلول ها و ارگان های بدن بهش نیاز دارن توسط این پلاسما در بدن جابجا میشه. لایه زیرین که قرمز رنگه، گلبول های قرمز خون هستن که 40% از حجم خون رو تشکیل میدن و تو مرز بین این دوتا یه لایه نازکیه که پلاکت ها توشن. پلاکت ها سلولای ریزی هستن که خون رو منعقد میکنن. وقتی رگ پاره میشه یه سری شاخک در میارن تا راحت تر به هم بچسبند و اینطوری جلوی خون ریزی رو بگیرن. این تصویر بلافاصله بعد از خراش برداشتن دست گرفته شده و 10,000 بار بزرگ شده. پلاکت های سبز رنگ دارن با سرعت به هم میچسبن تا خون رو بند بیارن. پلاکت ها بعد از جدا شدن اصلا نباید ساکن بمونن. برای همین اون رو تو این دستگاه هایی میذارن که میبینین مدام در حال حرکتن تا منعقد نشن. پلاکت ها رو توی بسته‌بندی های مخصوص در دمای 22 درجه نگه میدارن و بعد بلافاصله به بیمارستان ها میفرستن. پلاکت ها رو به مریضایی تزریق میکنن که یا سرطان خون دارن یا نارسایی مغز استخوان. پلاکت بعد از شیمی درمانی و پیوند اعضا هم خیلی به مریض کمک میکنه. کار گلبول‌های قرمز اینه که اکسیژن رو به بافت‌ها و اندام‌های بدن برسونن. اما تزریقش برای چه بیمارایی مفیده؟ به کسایی که کم‌خونی‌های غیرقابل درمان دارن، مثل ایزاگل، فردی که سرطان یا روماتیسم مفصلی داره، همینطور بعد از تصادف، جراحی، زایمان و سوختگی‌هایی که فرد گلبول قرمزش رو به شدت از دست میده هم این ماده رو بهش تزریق می‌کنن. اما چرا یه بیمار ممکنه به پلاسما نیاز داشته باشه؟ پلاسما حاوی پادتن یا آنتیبادیه، نوعی پروتئین که به باکتری ها و ویروس ها حمله ور میشه و اونا رو از بین میبره. برای کسانی که موقع زایمان خون زیادی رو از دست میدن، بیماران کبدی و افرادی که جراحی قلب انجام دادن، تزریق پلاسما حیاتیه. در این آزمایشگاه نمونه ها رو بر اساس گروه های مختلف خونی دسته‌بندی می‌کنند و یک بار دیگه برای اطمینان از سلامت خون آزمایش می‌کنند تا فرد بیماری‌های مثل هپاتیت سی، هپاتیت بی و HIV نداشته باشه. رسوندن خون به بیمارستان‌ها اکثراً توسط سیستم درمانی کشور انجام میشه. ترافیک ممکنه باعث بشه خون در لحظات حیاتی اولیه به بیمار نرسه. واسه همین ده ها نهاد خیریه هستن که با موتورسیکلت مجانی این کارو میکنن. یکی از موتورسوارها
جیمیه. صبح تا بعد از ظهر یه کار تمام وقت دارم، ولی کارم که تموم میشه از 7 شب تا 6 صبح میام برای این خیریه کار میکنم. ما اینجا بدون تعطیلی تمام شبای سال کار میکنیم. چی شد که اومدی به این خیریه؟ 6 سال پیش مامانم تصادف شدیدی کرد. جونش رو مدیون خونی بود که سریع بهش رسوندن. از همون روز موتورم رو برداشتم و اومدم تو خیریه بلاد بایکرز مشغول شدم. هر روز چند تا درخواست میگیری؟ هر شب بین 5 تا 15 تلفن از بیمارستانا بهمون میشه. در سال در مجموع میشه 4000 تا. 38 ساله که این مؤسسه خیریه داره چنین سرویسی ارائه میده. همه جای دنیا خون این مسیر رو طی میکنه تا به بیمار برسه. اما اگه من و شما 12 دقیقه وقت نذاریم و خون ندیم، چرخ زندگی خیلی ها مثل ایزاگل دیگه نمیچرخه. به همین سادگی. خواستم بپرسم که آیا خوردن مداوم هویج باعث میشه که رنگ پوست ما نارنجی بشه؟ شاید باورتون نشه، ولی خوردن هویج زیاد یا هر ماده غذایی که بتاکروتن زیاد داشته باشه رنگ پوست رو متمایل به زرد میکنه. این تغییر رنگ در اصطلاح پزشکی کروتینیمیا نامیده میشه که بیشتر از همه توی کف دست یا کف پا قابل مشاهده است. اما برخلاف بیماری زردی یا یرقان، سفیدی داخل چشم رو زرد نمیکنه. کروتینیمیا بیشتر توی نوجوانا شایع است. نه باعث بیماری میشه و نه مسمومیت. تنها راهی که برای درمان این تغییر رنگ پوست دارین پرهیز از خوردن زیاد مواد غذایی که بتاکروتن زیاد دارن، مثل هویج، کدو تنبل، گرمک و سیب زمینی شیرین. البته این مطلب بهانه‌ای نشه برای کسایی مثل من که هفته یه بارم به زور هویج میخورن. در برخورد با افراد نابینا، اکثر ما تردید داریم. حرفی که میخواییم بهشون بزنیم آیا باعث آزردگی و ناراحتی فرد میشه؟ آیا از سر ترحمه؟ ولی خیلی از اوقات برخلاف تصورات ما، حرفایی که ما میزنیم ناراحتشون نمیکنه. تو این بخش از برنامه از زبون چند فرد نابینا بشنویم که خودشون دوست دارن اطرافیان چطور باهاشون برخورد کنن. سگ راهنمات باهات حرف میزنه؟ درمان با لیزر رو امتحان کردی؟ اگه نابینا نبودی تو رام تگ میکردم. مامانت برای لباس پوشیدن بهت کمک میکنه؟ با عرض شرمندگی بله. میدونم خیلی خجالت آوره. حسای دیگه قوی تر شده؟ وای خدای من. همه فکر میکنن مثل اون قهرمان بیباک شده. بیباک؟ بیباک. زیاد سریال بیباک رو نگاه کردم. ازت میپرسن با انعکاس صدا متوجه مکانه اطرافت میشی؟ نابینا به نظر نمیرسی. اونا فکر میکنن اگه نابینایی یا باید سگ راهنما داشته باشی یا عصا یا عینک دودی. وقتی میبینن ناراحت شدی میگن من که تعریف کردم ازت. چطوری میشه توهین به 2 میلیون نفر نابینا به نظر شما یه جور تعریف کردن باشه؟ من اینو خیلی تو پارا المپیک میشنوم، بهم میگن نابینا به نظر نمیرسی، پس حتما دروغ میگی که بتونی با آدمایی که خیلی تون نمیدونن مسابقه بدی. منم میگم تو هم احمق به نظر نمیرسی، ولی حتما احمقی. آدم ها فکر میکنن تو دروغ گفتی و اونا موچتو گرفتن. اونا اول به عصام نگاه میکنن بعد به چشمام، ببینن راست میگم یا نه. حتی لغت نابینا هم گمراه کننده است، چون افراد میتونن مثل من که به عنوان نابینا ثبت شدم کمی دید داشته باشن و کم بینا باشن. معنیش اینه که بینایی تو به حدی کمه که فایده نداره، یعنی اشکال و طرح کلی اجسام و سایه ها رو نمیتونی تشخیص بدی. مردم میان نظراتشون رو کانال یوتیوبم مینویسن، بعد انگار میخوان مچمو بگیرن. مثلا میگن به گیرهای سرش نگاه کن، یعنی پس حتما چشاش میبینه. یه بار تو خیابون یکی بهم گفت تو نابینا نیستی، دروغ میگی. من حتی نمیتونستم ببینم کجاست که جوابشو بدم. مردم با همراهت حرف میزنن. وای خدای من. همه با دوست پسرم حرف میزنن، مثلا میگن برنامه یه امروز لوسی چیه؟ دقیقا من جوابشونو میدم و اونا میگن وای حرف میزنه. همیشه برام تو مغازه اتفاق میفته که اگه با کسی دیگه ای باشم همه به همراه هم نگاه میکنم، میپرسن چیز رو که میخواستی پیدا کردی؟ خیلی تحقیر کننده است. میگن حالت خوبه؟ میگم آره. شما چطوری؟ ناشنوا که نیستم. اونا پیش فرضشون اینه که فرد نابینا مشکل ذهنی داره. آره
همه تا میبینن نابینایی آرومتر حرف میزنن و میگن حالت خوبه؟ خیلی از من میپرسن واقعا سگت میتونه شماره های اتوبوس رو بخونه؟ بارها برام اتفاق افتاده. به هم میگن خارق العاده است که میتونه شماره اتوبوس رو بخونه. یکی از دوستام داشت آدرس میپرسید، بعد یکی زانو زد و به سگ راهنماش گفت از اینجا که رفتی بیرون بپیچ به چپ بعد بپیچ به راست. انگار سگه میتونه بفهمه. عاشق اینم. بعدن میبینمت. ببخشید. بارها شده بعضی افراد فکر کردن که اگه جلوی من از دیدن حرف بزنن من ناراحت میشم. اونا فکر میکنن باید بعضی از کلمات رو از مکالماتشون حذف کنن. ولی توی پاراولمپیک همه به هم همه چی میگن. مثلا داشتم با یکی از دوستام که فقط یه پا داره بس میکردم و بهش گفتم خفه شو، تو حتی نمیتونی رو پای خودت وایسی. هی آره کلن معلولین از همه بیشتر خودشونو دست میندازن. مثلا تو پاراولمپیک توی آسانسور روی خط بریل رو با دونه های برنج پوشوندن که افراد نابینا نتونن اونو درست بخونن. بهترین جنبه نابینا بودن چیه؟ کارت معلولین در کریسمس. ورودی به بعضی گالری ها مجانیه، نمایشگاه ها مجانیه، این همه جوره به نفعمه. یادت میاد یه جایی تو نیویورک رفته بودیم، من به مسئول اونجا گفتم ببخشید من دوست دخترم نابینا هستیم، امکانش هست که بریم جلوی صف؟ اونم گفت معلومه میتونیم بریم و ما هم سوء استفاده کردیم و رفتیم. ولی آخه این صف پاتیناژ بود. مردم به هم میگن اگه میتونستی نابیناییتو درمان کنی این کارو میکردی؟ من میگم نه، من از همینی که هستم راضیم و اونا هم از شنیدن این جواب خیلی تعجب میکنن. من واقعا نمیدونم، ولی سوال جالبیه. واسه من که نه، آرزومه که نابینا نبودم. تنش روزمره نابینا بودن که مجبوری برای همه چیز. آره برای همه چیز. اگه میشد حتما دلم میخواست میتونستم ببینم. خیلی چیزای کوچیکی هست که بهش فکر نمیکنی، مثلا اینکه نمیتونی رانندگی کنی. همیشه بخشی از وجودم به من میگه صورت مادرم یادم نمیاد، صورت دوست پسرم دیگه یادم نمیاد و این ناراحت کننده است. اما اگه اینو نپذیرم و به ترسا و نگرانی های هر روزم غلبه نکنم همیشه ناراحت خواهم بود. این حرفت باعث میشه مردم بگن تو فوق‌العاده ای، چون با ناتوانیت مشکلی نداری و من میگم باشه تو نابینایی و خوشحالی. خیلی از مخاطبان بخش درگوشی ها سوالهایی در مورد اختلال نعوض پرسیده بودند. در این بخش از برنامه دکتر سارا ناصرزاده پژوهشگر و رواندرمانگر جنسی توضیح میده که اختلال نعوض چیه و چطور قابل درمانه. یادآوری کنم که این بخش از برنامه مناسب کودکان نیست. سلام و درود بر شما. من دکتر سارا ناصرزاده پژوهشگر و رواندرمانگر جنسی هستم. در این برنامه میخوام به مشکل اختلال نعوض در آقایون بپردازم. تعریف اختلال نعوذ به این صورته که اگر یک آقایی نتونن که نعوذ اصلا ایجاد بکنن یا اگر که نعوذی دارن اونو قبل از اینکه بخوان که دخول انجام بدن از دست بدن، ما به این میگیم اختلال نعوذ. این قضیه برای همه آقایون، تقریبا همه آقایون در سراسر دنیا حداقل چند بار در زندگیشون پیش میاد. یه شب ممکنه خسته باشن، ممکنه الکل زیاد مصرف کرده باشن، مواد مخدر مصرف کرده باشن، حتی به صورت عارضه جانبی یه قرص آرامش بخشی که استفاده کرده باشن این قضیه به وجود اومده باشه براشون. ممکنه خیلی استراب داشته باشن، ممکنه استراب هم چیزای دلایل مختلف داره، مثلا بچه‌شون اتاق بغلی خوابیده باشه، ناراحتی مادرشون رو داشته باشن، کارشون از دست داده باشن. به دلایل مختلف به هر حال آقایون اینو در زندگیشون تجربه میکنن. ولی ما موقعی اینو میگیم اختلاله که در اکثر مواقع، مخصوصا بالای 50% مواقع، فرد یکمچین مسئله رو تجربه میکنه. به این میگیم اختلال نعوض. تماسایی که من داشتم با افرادی در ایران، افغانستان، تاجیکستان، میشنوم که از این اختلال به عنوان شلی کمر یا ضعف کمرم یاد میکنن. از سال 1992 به بعد ما بهش نمیگیم ناتوانی جنسی، به این قضیه میگیم اختلال نعوذ یا نعوذ مشکل دار اصطلاحاً. اینم به دلیل اون بار منفیه که ناتوانی جنسی به همراه می آورد برای آقایون. برای اینکه درک بیشتری از مشکل نعوذ داشته باشیم اول باید ببینیم که اصلا نعوذ چجوری اتفاق میفته. زمانی که آقا یک محرک رو دریافت میکنه، حالا از طریقی که فکر کنین که مثلا یه تصویری رو مشاهده کرده، یک پیغامی از طریق شبکه عصبی به ناحیه تناسلی داده میشه که این تحریک انجام گرفته. بعد از این قضیه دو تا حرکت اتفاق میفته در حالت تناسلی. یکی اینه که عضلات کوچیکی که در حالت تناسلی وجود دارن اونا ریلکس میکنن و یکی دیگه هم که
جریان خون به اون حدی میرسه که خون رو پمپ میکنه به قول معروف داخل آلت تناسلی مرد میبره. وقتی که خون وارد شد این عضله‌ها ریلکس میشن ولی یک سری رگ‌هایی سفت میشه دور این آلت تناسلی که باعث میشه که خون از این آلت خارج نشه. افرادی که اصلا نمیتونن نوز داشته باشن با اون قضیه اولش مشکل دارن که یعنی وارد کردن خون و ریلکس کردن یا شل کردن اون عضلات کوچیک. کسایی که نوزو دارن ولی بعد از دستش میدن معمولا مشکل با درگیر کردن اون رگ‌ها دارن که اون رگ‌هایی که سفت میشه و این خون رو توی منطقه نگه میداره. راجبش صحبت میکنیم. یه سری از تشخیصایی که ما برای این قضیه داریم، اول اینکه پیشینه کامل رابطه فرد رو میگیریم. مثلا این رابطه جدیده نیست، آیا این مشکل قبلا وجود داشته، تازه به وجود اومده، همیشه بوده یا با فرد خاصی این قضیه هست، آیا اتفاق تازه‌ای تو زندگیشون افتاده، مثلا پدر فرد فوت کرده یا مثلا کارش رو از دست داده. اینطور قضایا همه دامن میزنه. معمولا ما روان درمانگری جنسی یا مشاوره رو بدون اینکه یک همکار پزشکی در تیممون داشته باشیم انجام نمیدیم. چرا؟ چون که اصطلاحاً میگیم که آلت جنسی مردانه یک جور درجه و سنجشی هست برای سلامتی کلی مرد. چرا؟ چون که مردی که مثلا مشکل قلبی مزمن داشته باشه، مثلا پلاک هایی که باعث میشه که رگ های قلب سفت بشه، مشکل متابولیک داشته باشه مثلا بیماری دیابت یا بیماری های متابولیک دیگه که متابولیسم بدن رو تحت تاثیر قرار میده، اینا میتونه باعث بشه که به صورت ثانویه اختلال نوز ایجاد بکنه. خیلی وقتا هستش که فرد مثلا به من مراجعه کرده، من فرستادمشون پیش همکار پزشکم که معاینه کامل به عمل بیاد، بعد دیدیم مشکلات جدیتر پزشکیشون داشتن و این فقط یه نشونه ثانویه بوده از این قضیه. بنابراین اینم خیلی مهمه که در نظر بگیرین که اینو همینجوری این قرصایی که وجود داره تو بازار و اینا رو استفاده نکنین، واقعا ببینین که مشکل اصلی چی بوده که یک همچین مسئله برای شما پیش اومده. قضیه دیگه اینه که برای تشخیص ما از یک روش سونوگرافی استفاده می‌کنیم که این روش به این صورته که یه چیزی هست که خیلی کوچیکه، به اصطلاح بهش پروب میگیم، اونو میذارن روی آلت تناسلی و ممکنه که در طول این کار تشخیصی یه تزریقی هم به آقا انجام بشه که براشون حالت نوز به قول معروف مصنوعی رو ایجاد بکنن که متوجه بشن که این خون رو چقدر میتونه آلت در درون خودش به جریان بندازه. و به اضافه اینی که بعضی وقتا مواد رنگی هم به اون تزریق اضافه میشه که واقعا ببینن که این تا کجا پیش میره این مایه توی اون آلت تناسلی آقا. از این طریق کاملا مشخص میشه که این جریان خون مشکل داره یا نه. افرادی که در معرض این اختلال جنسی بیشتر قرار دارن افرادی هستن که اضافه وزن دارن، مخصوصا آقایونی که شکم‌های بزرگی دارن، یعنی چربی دور شکم بیشتر دارن، در معرض خطر بیشتری هستن. سیگار میکشن، سابقه خانوادگی بیماری‌های متابولیک دارن، کلسترول بالا دارن، افراد مسن‌تر، برای اینکه هرچی سن بالاتر میره این بیماری‌های قلبی عروقی هم بیشتر میشه و اونا در معرض به قول معروف بیشتر هستن برای این قضیه. و هر گونه مسئله‌ای که برای سیستم عصبی اختلال ایجاد کنه، مثلا مشکل یه نفر قطع نخاع داره مثلا. در مواردی هم که ماهیچه‌ها یا بافت آلت یا عروق منطقه به شدت آسیب دیدن، مثل یه ضربه محکمی که خورده، یا مثلا کسایی که دوچرخه سواری حرفه‌ای میکنن برای سالها، ممکنه که آسیبی به اون عصب منطقه زده باشن به کف لگن که اون باعث شده باشه که مشکل نوز براشون پیش اومده باشه. یکی هم کمبود هورمون‌های جنسی مثل DHT یا تستوسترونه که میتونه به این قضیه دامن بزنه، که اینو با آزمایش خون پزشکتون میتونن براتون توضیح بدن که آیا این هست جزو دلایلی که شما رو دچار این قضیه کرده یا نه. بعضی از آقایون هم من میبینم این قضیه رو عقب میندازن برای اینکه میترسن اگه به پزشک مراجعه بکنن این مشکل حل بشه، اون وقت باید با یک شریک جنسی روبرو بشن که نمیخوان به هر دلیلی باهاش رابطه داشته باشن. و اینم باز در نظر داشته باشین که اینجور ترس هم وجود داره. توصیه اصلی من تو این برنامه اینه، اگر احساس میکنین که یک همچین مسئله‌ای دارین 100% به پزشک مراجعه کنین، از پزشک عمومی شروع کنین، این آزمایش‌ها رو انجام بدین، ببینین آیا بیماری زمینه‌ای دارین، آیا مشکلی هستش که باید به صورت اولیه مورد خطاب قرار بدین و مورد درمان قرار بدین، یا اینی که نه ممکنه که مثلا ریشه استرابی داره و حل میشه خودش.
این قضیه از یک طریق یا طریق دیگه به هر حال قابل درمانه، 100% قابل درمانه، یعنی حالا یا قرصه یا تزریق موضعیه یا حتی آلت مصنوعیه، به هر حال به هر نوعی که باشه این قضیه قابل حله. امیدوارم که پاسخ بعضی از پرسشاتون رو در این برنامه داده باشم. تندرست و شاد باشید. خب این برنامه هم تموم شد. حتما به صفحه فیسبوک ما سر بزنید. آدرسش هست facebook.com/bbcpersiantv. همینطور ما رو در اینستاگرام و تلگرام با هشتگ 37 درجه دنبال کنید. اگه براتون ایمیل زدن راحت تره بهمون ایمیل بزنید. 37@bbc.co.uk. همیشه دلتون شاد باشه و تنتون سالم.